امشب با یوسف دلارا، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده جوان ساکن لس آنجلس گفتگو میکنم. او از نوجوانی به سینما علاقمند بود و فعالیت‌های حرفه‌ایش رو به عنوان تدوینگر و هماهنگ کننده جلوه‌های ویژه آغاز کرد. یوسف دلارا پس از تهیه چند اثر تجربی و کوتاه، نخستین فیلم داستانیش رو با نام ESL در سال 2005 ساخت. فیلمی که موفقیت‌های فراوانی رو برای او به همراه داشت. بدرومز دومی فیلم داستانی یوسف دلاراست. فیلمی در ژانر سینمای مستقل آمریکا که بازیگران سرشناسی در اون به ایفای نقش پرداختند. این فیلم جمعه همین هفته در جشنواره بین‌المللی فیلم LA لاتینو به نمایش در میاد. آقای یوسف دلارا، به شما سلام میکنم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما هستید. سلام، مرسی که منو دعوت کردید. خب اگه موافق باشید اول بریم سراغ زندگی شخصی و خصوصیتون. چند سال شما در آمریکا هستید؟ این سالها چیکار کردید؟ ما بگم من 3 سالم بود اومدم آمریکا، پس 34 سال ما آمریکا هستیم. در رابطه با تحصیلات صحبت میکنین، کجا درس خوندی، چه کارهایی انجام دادی؟ من رفتم کالج آمریکا، رفتم کال استیت فولرتون، بعدن لویل مریمونت رفتم، فیلم اونجا خوندم واسه 1 سال 2 سال. بعدن راستی من کالج فیلم به من نچسبید، من میخواستم برم تو کار دیگه. یه اپورتونیتی اومد که من برم روی شو استار ترک کار کنم. گفتم که من مثلا یه سمستر مونده بود، گفتم برم اون تو دیگه. رفتم شروع کردم کار رو استار ترک واسه پارامونت. بعدن گفتم مثلا یه ترای میکنم، یه سال کار میکنم ببینم دوست دارم یا نه. کامپلیت عاشق شدم. اصلا چه موقع متوجه شدی که به فیلم و سینما علاقمند هستی؟ چطور این علاقه درت به وجود اومد؟ من فکر کنم طرفای 12-13 سالم بود که گفتم میخوام برم تو کار فیلم. میدونی من همیشه فیلم دوست داشتم. فیلم چیز جالبیه، بس این که آدم موقع میبینه، موقع فیلمی که خوب ساخته شده آدم میبینه، اصلا خودش رو توش گم میکنه. میدونی 1 ساعت 2 ساعت بعضی وقت 3 ساعت. این خیلی چیز جالبی بود واسه من. موقع 12-13 سالم بود دیگه گفتم من باید برم تو این کار. وقت نظر خانوادت چی بود؟ اونا موافق بودن که شما برید تو فیلم و سینما؟ نظرشون مثبت بود؟ نه اصلا. چطور پس راضیشون کردی؟ خب اگه یه پسر یا دختر یا بچه راستی یه چیزی بخواد، مادر پدر بعض وقتا میدونه میذاره. میدونه اول there's always their prejudice. But اگه راستی یه چیزی علاقه من داشته باشی دنبالش بری، you know, they back off. من رزومه کاری تو که میخوندم دیدم ادول به عنوان ادیتور و کوردینیتور اسپیشال افکت بودی، تدوینگر و هماهنگ کننده جلوه‌های ویژه. دقیقا چی کار میکردی؟ شما چه تجربه‌ای تو این زمینه داری؟ کار چی بود؟ رو ویژوال افکت ما رو شو استار ترک کار میکردیم. بیشتر وقتا ما هم با نویسنده بودجه درست میکردیم مثل ویژوال افکت. بعدن رو ست می رفتیم، بلو سکرین و گرین سکرین رو ارگنایز می کردیم، کوردینیت می کردیم. بیشتر بعدن با همه آرتیست های دیگه که رو فیلم کار می کنن، انیمیتور هست، کامپوزیتور هست، 3D هست، همه این چیزها رو ارگنایز می کردیم. ما ویژوال افکت کوردینیشن اینجوریه. بعدن بیشتر من اکسپیرینس گرفتم رفتم تو پرودوسینگ، که موقع تو اونجا هستین که میتونی بگین که من اینجوری میخوام افکت در بیاد، میخوام you know, لیزر اینجوری در بیاد، این رنگی باشه. بعدن بیشتر میری تو ستایل و دیزاین. خب من میدونم تو چند تا کار تجربی انجام دادی، فیلم کوتاه ساختی، ولی راجع به اولین فیلم داستانی بلندت صحبت کنیم، ESL. این چه داستانی داشت؟ چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ من با یه اینوستری آشنا شدم که به من گفت که میخوام هر داستانی که میخوای بگی ولی میخوام یه فیلم باشه واسه لاتین مارکت امریکا. منم رفتم تو یه کلاس ESL نشستم،
راستی عاشق این داینامیک، این داینامیک تو کلاس ESL هست، عاشق شدم باش. میدونی چجور آدم های جور و جور هستی، مثلا یه مرد 50 سالگی با یه پسر 12 سالگی دارن همدیگه یه چیز یاد میگیرن. خیلی چیز جالبی بود. راستی من گفتم من داستان اولیم بخواهم اینجوری روی کلاس ESL بنویسم. بعد داستانی بود که یه پسری که از مکزیک خودش غیر قانونی میاره تو امریکا با یه دختری که یه ذره خودش راهشو گم کرده، میدونی همدیگه آشنا میشن و عاشق میشن تو کلاس ESL. بعد فیلم خیلی جالبی بود واسه ما، اولین فیلمم بود، فیلمی که خیلی دلم رو توش گذاشتم. چه احساسی داشتی وقتی اولین فیلم تموم شد به عنوان یه فیلم ساز؟ چه اهمیتی برات داره؟ چقدر خوشحالت کرد؟ دیگه خیلی، اصلا نمیتونم به تو میگم. اولین سکرینینگ که ما داشتیم 1000 نفر آمده بودن، همون الی لاتینو که این فیلم نام که داره در میاد 2008 فکر کنم 2007 یا 2008 در آمد. اصلا چیز جالبی بود که ببینی یه 1000 نفر دارن فیلمت رو نگاه میکنن، همون جایی که ادیت کردی میخندن، همون جایی که اون فیلم احساس که فکر کردی که بخوان احساس کنن احساس میکنن. این خیلی چیز پاورفولیه که بتونی همینجور آدم رو اینسپایر کنی. خب این اولین فیلم داستانی و بلند تو بود، چه تجربیاتی ازش به دست آوردی؟ با چه چیزای تازه آشنا شدی که در آینده بتونه کمکت کنه؟ هر دفعه یه فیلم میسازه خیلی یاد میگیری. من یا فیلم کوتاه یا فیلم بلند، سختن چیزی که ما آشنا شدیم با فیلم ساختن فروختن فیلم، که چطوری فیلم تو این مارکت امریکا چطوری میفروشی، چطوری از جور با جور یا تلویزیون یا کیبل یا DVD یا تو سینما. این چیز خیلی It's very complicated. چیز سختی هم هست، ولی ما یاد گرفتیم دیگه. اولین فیلم رو در بردیم، شانسی نه شانسی ولی رو خیلی روش کار کردیم، ولی شو تایم در آمد، DVD در آمد، کیبل TV هم در آمد. میدونم که تو مکسیکو، ایتالیا، اروپا هم تو سینما در آمد. برامون توضیح میدی به عنوان یه فیلمساز جوان، کسی که تو سینمای مستقل داره کار میکنه، ایندیپندنت مووی، چه مشکلاتی برای شما وجود داره؟ مهمترین مسئله‌ای که باعث میشه کارتون انقدر سخت پیش بره چیه؟ وقت. میدونی ایندیپندنت فیلم وقت نداره، همیشه دنبال وقت داری میگردی. میدونی چون که بودجه‌مون کمه، با هنرپیشه موقع وقت نداری که کار کنی، با وقت نداری که صحنه رو شوت کنی، وقت هم موقع نداری که فیلم رو بعد ادیت کنی که بعدن در بیاد. میدونی همیشه دنبال وقت داری میگردی، ولی هر چقدر بیشتر فیلم میسازی یاد میگیری که چه چیزهای بد بکنی چه چیزهای نباید بکنی، افیشنت میشین. بریم سراغ فیلم دوم بلند داستانی، بدرومز. چه موضوعی داره؟ چرا تصمیم گرفتی در یه همچین زمینه ای کار کنیم؟ بدرومز ما فیلم کوچیکه، فیلم بودجش خیلی کوچیک بود، ولی ما خواستیم این فیلم کوچیک درست کنیم که ولی موقع میبینین احساس کنیم که فیلم بزرگه. سخت‌ترین چیزی که این کار ما بتونیم بکنیم هست که برای هنرپیشه بزرگ داشته باشیم توش. منم کاری که خواستم بکنم که من فقط کارگردان نباشم، باستیم که 4 تا داستان بود. فیلم از 4 تا داستانه، 4 تا فامیلای جور با جور تو اتاق خواب، 4 تا داستانه با زن و شوهر که دورور انفیدلیتی، دورور لغت فارسیش یادم نیست، ولی ما فکر کردیم که بهترین کاری بکنیم با کارگردان جور با جور کار کنیم، با پرودوسر جور با جور، با نویسنده جور با جور کار کنیم، که همه دوستامونو بیاریم تو فیلم، همه دوستایی که هنرپیشه هست، آدمایی که آشنا شدیم، همشونو بیاریم تو فیلم، یه انسامبل کست درست کنیم. ما همین کارام رو بدرومز کردیم. شانتی من یه دونه از داستانای بدرومز رو نوشتم، 2 تاشون هم کارگردان بودم.